آیا زنان افغان می توانند در برابر طالبان مقاومت مسلحانه کنند؟ در سالهای اخیر زنان افغان در مبارزه برای حقوق خود نقش های مهمی ایفا کرده اند. اما با بازگشت طالبان به قدرت، حقوق و آزادی های آنان به شدت محدود شده است. در این ویدیو به بررسی این سوال می پردازم که آیا زنان افغانستان توان جنگ مسلحانه در برابر طالبان را دارند و چه عواملی می تواند بر این تصمیم تأثیر بگذارد. توانمندی های زنان افغان 1. تاریخچه مبارزات زنان. زنان افغان سابقه مبارزات مدنی و سیاسی طولانی دارند و در بسیاری از جنبش های اجتماعی نقش فعال داشتند. 2. آموزش و تحصیلات. طی دو دهه اخیر بسیاری از زنان افغانستان با آموزش و تحصیلات عالی دست یافتند که این امر توانمندی فکری و اجتماعی آنان را افزایش داده است. 3. شبکه های اجتماعی و همبستگی. زنان افغان شبکه های قوی اجتماعی و حمایتی ایجاد کرده اند که می تواند در مبارزه مسلحانه نیز به کار آید. چالش ها و موانع. 1. محدودیت های فرهنگی و اجتماعی. افغانستان جامعه با سنت‌های قوی که ممکن است پذیرش زنان در نقش‌های نظامی را مشکل کند. 2. کمبود آموزش نظامی. بسیاری از زنان فاقد آموزش و تجربه نظامی لازم برای مبارزه مسلحانه هستند. 3. خطرات جانی و امنیتی. اقدام به مبارزه مسلحانه می‌تواند خطرات جانی و امنیتی زیادی برای زنان به همراه داشته باشد. 4. نبود حمایت بین المللی. بدون حمایت بین المللی زنان افغان ممکن است در مبارزه مسلحانه با مشکلات جدی مواجه شوند. راهکارهای جایگزین. 1. مبارزات مدنی. زنان می توانند با ادامه مبارزات مدنی، تظاهرات و فعالیت‌های حقوق بشری به تلاش برای دستیابی به حقوق خود ادامه دهند. 2. آموزش و توانمندسازی. تمرکز بر آموزش و توانمندسازی می‌تواند راه مؤثر برای افزایش قدرت و تأثیرگذاری آنان باشد. 3. همکاری با جامعه جهانی. زنان افغان می‌توانند با جلب حمایت جامعه جهانی فشار بر طالبان برای رعایت حقوق زنان را افزایش دهند. توانایی زنان افغانستان برای جنگ مسلحانه در برابر طالبان یک موضوع پیچیده و چندبعدی است که به عوامل فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و امنیتی بستگی دارد. اما آنچه مسلم است، تلاش بی‌وقفه و اراده قوی زنان افغان برای دستیابی به حقوق خود می تواند تغییرات مهمی را به ارمغان بیاورد. امیدوارم که زنان افغانستان بتوانند با استفاده از راهکارهای مختلف به حقوق خود دست یابند و در آینده روشن‌تر زندگی کنند. از همراهی شما سپاسگزارم. با امید دیدار در ویدیوهای بعدی.